در یک کنفرانس مطبوعاتی در باشگاه ملی مطبوعات آمریکا در واشنگتن، دو تن از وکلای مجاهدین شهر اشرف و تعدادی از خانواده‌های اشرفیان، گوشه‌های دیگری از ابعاد جنایت علیه بشریت علیه ساکنان اشرف را به اطلاع عموم رساندند. در این کنفرانس مطبوعاتی که توسط کمیته حمایت از ساکنان شهر اشرف در آمریکا برگزار شد، اعتصاب غذاکنندگان که از 13 روز قبل در مقابل کاخ سفید دست به تحصن زده اند شرکت داشتند. پروفسور استیون اشتیبام، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه حقوق دانشگاه جان هاپکینز در واشنگتن و وکیل کمیته حمایت از ساکنان شهر اشرف در آمریکا، فرانس فاسر، وکیل مجاهدان اشرف به نمایندگی از طرف کمیته بین المللی حقوقدانان در دفاع از اشرف که در برگیرنده 8500 وکیل و حقوقدان در اروپا و آمریکای شمالی می باشد، رباب برایی که برادر، خواهر و دو تن از برادرزادگان وی در شهر اشرف به سر میبرند و زهرا امانپور فرزند مجاهد شهید مهتاش امانپور که در سال 67 به دست دشمنان رژیم آخوندی به شهادت رسید و عمه وی در شهر اشرف به سر میبرد با خبرنگاران سخن گفتند. در ابتدای کنفرانس یک فیلم ویدئویی کوتاه که صحنه‌هایی از هجوم وحشیانه نیروهای مزدور عراقی را با تبر، چماق و دشنه و خودروهای هاموی و لودر به ساکنان بی‌دفاع اشرف نشان می‌داد و نیز صحنه‌هایی از حضور نیروهای آمریکایی در نزدیکی یکی از ورودی‌های اشرف که نیروهای عراقی به آن حمله ور شده بودند و بی‌تفاوتی و بی‌عملی آنها برای حاضران پخش کردید. در این کنفرانس که ریاست آن را پروفسور اشتیبان به عهده داشت، فرانس فاسر ضمن برشمردن تاریخچه و پروسه حقوقی و قانونی وضعیت مجاهدین در شهر اشرف و توافقنامه که امضا شده بین تک تک مجاهدین و نیروهای چند ملیتی و تعهد مکتوب دولت آمریکا مبنی بر حفاظت ساکنان اشرف تا تعیین تکلیف نهایی وضعیت آنها گفت: آنچه روشن است این است که تهاجماتی که روز سه‌شنبه و چهارشنبه 28 و 29 ژوئیه علیه مجاهدین بی‌دفاع و بی‌سلاح در شهر اشرف صورت گرفت یک جنایت آشکار و انکارناپذیر علیه شریعت است و تیم وکلای اشرف چه در سطح دادگاه بین المللی جزایی و چه در سطح کشور عامران و عاملان این جنایت را در برابر عدالت قرار خواهند داد. بدون شک نخست وزیر عراق نوری المالکی مسئولیت تمام عیار این فاجعه انسانی را به عهده دارد. وی گفت: در حال حاضر 36 تن از ساکنان اشرف ربوده شده و توسط نیروهای عراقی به بند کشیده شدند. دولت عراق می باید بدون هر گونه فوت وقت آنها را به اشرف بازگرداند، به خصوص که 7 تن از آنها در وضعیت وخیمی به سر می برند و نیازمند انتقال به بیمارستان آمریکاییان در شهر بلد می باشند. وی تاکید کرد که نیروهای مهاجم عراقی که هم اکنون در اشرف به سر می برند می باید از این شهر خارج شده و حفاظت اشرف تا تضمین حفاظت آنها توسط نیروی بین المللی توسط نیروهای آمریکایی تامین گردد. Our immediate concerns are the situation of 36 people who are now taken from the camp in the hand of the Iraqi police in Khalis, a town which is close to Baghdad. We have no news from them. We do not know their whereabouts. Apparently they are supposed to be tried for I don't know what kind of what kind of offense, and we have no access to our clients. As a executive director of this committee, I wrote a letter to the foreign minister of Iraq on the 28th of July, requesting access to our clients. We have been denied access to our clients. And since the Iraqi authorities gave assurance to Christopher Hill, the U.S. ambassador in Baghdad, that we should have access to our client, we also copy that letter to the U.S. ambassador, asking him to assist us. And I say that for three reasons. سپس پروفسور اشنیبام در سخنان خود گفت: یکی از دردناکترین صحنه‌هایی که در ویدئو دیدیم همان بود که دو عضو مجاهدین از نیروهای مسلح آمریکا خواهان اقدام در زمان حمله بودند، اما نیروهای آمریکایی در صحنه بی اعتنا به آنچه در جریان بود سوار بر خودروهای خود شده و صحنه را ترک کردند. صحنه خودروی ارتش آمریکا که آن دو مجاهد بی‌دفاع را در قرارگاه اشرف ترک می‌کند تا ابد در ذهن همه کسانی که این صحنه را دیدند باقی خواهد ماند. آقای اشتیبام افزود:
پاسخ رسمی دولت آمریکا در مورد وقایع اشرف که مکررن توسط نمایندگان وزارت خارجه و وزارت دفاع تکرار شده است این است که همه موضوعات مربوط به اشرف در کادر حاکمیت عراق است، به عراقی ها مربوط است. اما این یک فریب است. هیچ کس مخالفتی با حاکمیت دولت عراق روی اشرف ندارد، ولی حاکمیت به کسی بهانه‌ای برای نقض حقوق بشر شهروندان آن نمی‌دهد. این امر بی‌عملی آمریکا را نیز توجیه نمی‌کند. دولت آمریکا تعهدات الزام‌آوری را از دولت عراق دریافت کرده بود که با ساکنان اشرف به طور انسانی رفتار کند و ما می‌دانیم چنین چیزی واقع نشد. علاوه بر این دولت آمریکا بود که تک تک ساکنان اشرف با آن به توافق رسیدند که تا زمانی که موقعیت آنها تعیین تکلیف شده است از حفاظت برخوردار باشند و ایالات متحده بر اساس اصول قانون بشر دوستانه بین المللی و قانون حقوق بشر بین المللی ملزم به واکنش در برابر یک حمله مسلحانه غیرقابل قبول علیه شهروندان بیدفاع می باشد و متعهد است که دخالت کند که از ریختن خون بیگناهان جلوگیری شود. A promise was made by the government of Iraq to the government of the United States, and that promise has been violated. And the violation of that promise ought to evoke the severe concerns of the United States, given especially the notion that the United States was so careful to protect the humanitarian interests of the people of Ashraf. در بخش دیگری از این کنفرانس مطبوعاتی رباب برائی با خبرنگاران صحبت کرد و نسبت به سلامتی و امنیت عزیزانش ابراز نگرانی نمود. زهرا امانپور در بخشی از سخنان خود گفت: چرا وزارت خارجه و کاخ سفید به ما پاسخی نمی‌دهند؟ آمریکا چگونه این بی‌عملی را توجیه می‌کند؟